سلام میکنم خدمت شما دانشان عزیز حیات نو، دارم هر جای این دنیای پهناور که هستین خوب باشین. امروز در مورد قدرت کلام و نبوتی با کشیش پنیای عزیز صحبت خواهیم کرد. ازتون دعوت میکنم که حتما نوتای خودتون رو بردارین، قلم کاغذهای خودتون رو بیارین و از این درس ها بهره برداری کنین و با دیگران هم در میون بگذارید. همیشه وقتی چیزی رو یاد میگیرین و به دیگران میدین، میوه های بیشتری با خودش میاره. Welcome. It's good to have you here. Thank you. So we're going to continue with this theme of laying foundations for the prophetic. می‌خوام راجع به ادامه بدیم درسامون رو، راجع به اینکه چطور زیربنای اون در واقع کلام نبوتی رو بچینیم. I believe that this is very important for the time that we're in right now. برای زمانی که الان در زندگی می‌کنیم این خیلی مهم و اساسی است. And I've been sensing in my spirit the last few weeks especially that the Lord is raising up true prophetic voices like never before. چند هفته های گذشته و چند ماه گذشته در روح خودم دارم حس می کنم که خدا داره یک صداهای نبوتی و یک در واقع نبیان تازه رو بلند می کنه که ما تا به حال نشیدیم هیچ چیزی مثل اون رو. And what I mean by that is he's raising up new covenant prophetic voices. یعنی منظورم اینه که خدا داره یک عهدای تازه نبوتی رو بلند میکنه و آماده میسازه که به زودی خواهیم شنید که هیچ وقت تا گذشته ازشون نشنید. And this will be people who prophesy from his heart and from his perspective. افرادی خواهند بود که از قلب و از زاویه دید خداوند نبوت خواهند کرد. And we talked about how we won't have authority to see transformation if we're critical of nations or people. و ما راجع به این صحبت کردیم که ما اقتداری نخواهیم داشت اگه بخوایم فقط بدی‌ها و اشتباهات مردم و کشورها رو فقط نشون بدیم و راجع به صحبت بکنیم و نه از اون چیزهای نبوتی و مثبتشون سخن بگیم. So 1 Peter chapter 3 says, I'm sorry, 1 Peter 1 verse 3. اول پتروس 1 آیه 3 میگه says that we have been given the divine nature of God. به ما اون در واقع هویت خداوند که از جنس خدا هستش به ما داده شده از قبل. And so because we have God's nature. ما به خاطر اینکه اون هویت و اون در واقع اون دی ان ای خدا رو در ما هست. We also need to conclude that we have God's capacity. باید این رو بدونیم و داشته باشیم که اون حجم و اون چیزی که میتونیم حمل کنیم، اون چیزی که خداوند میتونه با خودش حمل کنه، ما هم به همون اندازه باید حمل کنیم. دارایی‌های خدا. In other words, we have the ability to see from God's perspective. بذارید خیلی اینجوری براتون بگم که بهتر باز بشه و حتی توی ترجمه‌اش هم بهتر باز میشه. باید اینجوری بتونیم به زندگی و به همه چیز نگاه کنیم که دقیقاً همزاویه با خدا باشه. So in my capacity, I may see only this small thing right here. برای شخص من شاید فقط با اون لنزی که میبینم و زاویه میبینم خیلی چیز خیلی کوچیکو اینجا میتونم فقط ببینم. In my capacity I may see what's wrong. با اون توانایی های و چیزهایی که من بلدم فقط میتونم اشاره کنم که چیزی اشتباه است. But if I'm operating from the capacity of God. اما اگر از در واقع اون زاویه خدا به مسائل نگاه کنم و از طریق خداوند و زاویه و لنز خدا نگاه بکنم، Now I'm seeing from a different perspective. حالا دارم از یک در واقع لنز خیلی متفاوت می‌بینم همه چیز رو. And now I can speak from a different perspective. و حالا میتونم از اون زاویه متفاوت دهنم رو باز بکنم و سخن بگم. And this becomes very powerful for us in the prophetic. و این در خدمت نبوتی خیلی قدرتمند هستش. Because the prophetic has the power to change things. چون که خدمت نبوتی و در واقع نبوت کردن قابلیت اینو داره که تمام شرایط رو عوض کنه و تبدیل بکنه. One word from God can change everything. فقط یک کلمه از خداوند میتونه همه چیز رو تبدیل بکنه. Even under the old covenant we see where prophets change things overnight. حتی توی عهد عتیق میتونیم نگاه بکنیم که چطور نبی‌ها تمام شرایط رو در یک شب در 24 ساعت تبدیل کردن. One example is where a prophet speaks that by this time tomorrow Bread will cost this much. Yeah, and he gives it, like it'll be very good economy.
برای مثال یکی از نبی‌های قدیم رو می‌بینیم که اعلام می‌کنه و این حرف رو می‌زنه که تا فردا این ساعت پول نون اینقدر خواهد شد. یعنی در واقع داره از اکانومی اون شرایط داره صحبت می‌کنه که چطور بهتر خواهد شد. So they were like in famine and very bad economy. داشتن توی شرایط خیلی بد در واقع تجاری بودن و در شرایط بد اکانومی بودن. And then the prophet speaks by this time tomorrow it's going to change. و اون نبی اعلام میکنه که فردا این ساعت تمام اون شرایط اجتماعی و مالی عوض خواهد شد. So think about it, one prophetic word changed the economy of an entire nation overnight. میخوام خوب به این توجه کنید که یک کلمه نبوتی از طریق یک نبی تمام شرایط یک دولت و ملت رو تبدیل ساخت. That's incredible. این خیلی عظیمه. That imagine the economy of your nation. توجه بکنید که اون اکانومی یا اون در واقع شرایط تجاری و شرایط مالی کشور شما or the economy of your city یا شهر شما that through a prophetic word can literally change overnight با یک کلمه نبوتی میتونه در یک شب عوض بشه. But what if I just keep saying my nation is full of poverty ولی فکر کنید که بگم من کشورم پر از فقره کشورم پر از فقر اعلام بکنم اینو هی. What if I keep saying my nation is full of crisis and problems. یعنی که اعلام بکنم کشور من پر از مشکلاته، ملت من پر از مشکلات سخت و جور و جوره. هی اینو بیام با زبون خودم اعلام بکنم. Well maybe that's true in the natural. شاید توی جسمانی درست داری میگی اعلام میکنی یه حقایقی رو. But is that what God designed for your nation? ولی آیا این فکر و دل خداست برای ملت تو و کشور تو؟ Remember the two columns that Jesus established. یادمون باشه اون در واقع دو تا اون ستونی که خداوند ساخت. What comes from God, what comes from the thief. همون چیزی که نشون داده بود توی تفسیر بهمون چیزایی که از خدا میاد و چیزایی که از دزد میاد. What comes from God is life and life in abundance. چیزی که از خدا میاد زندگی است و زندگی ابدی. What comes from the thief is kill, steal, destroy. اما چیزی که از دزد میاد اون میاد بکشه، غارت کنه و از بین ببره. So if you see kill, steal, destroy in your nation, اگر دارین میبینین که توی ملت شما، مملکت شما دارید همه چی دزدیده، غارت میشه، از بین میره. If you see poverty, which is not abundance, اگر میبینین که فقر اونجا هست که در واقع مخالف اون زندگی جاودانی است. The question now is who will I come into agreement with? حالا سوال از شما اینه، با کدوم یکی از این دو تا ستون میخوای بیای و مشارکت کنی و قبولش بکنی برای خودت؟ Do I come into agreement with the thief? آیا میخوای قبول کنی اون چیزی که در واقع همون ستون دزد رو؟ Do I reinforce what the enemy is doing? میخوام دوباره اعلام کنم و با اون همدل بشم که اون چیزی که دشمن میخواد انجام بده و منم بیام حالا جزء اون تیمش بشم؟ Or am I going to speak what God is saying? یا اینکه میخوام تصمیم بگیرم اون چیزی رو که خدا گفته من هم به زبون بیارم. Let's make it a little more personal. میخوام یه ذره شخصی ترش بکنیم موضوع رو. A family member. یکی از اعضای خانواده. Maybe a child or a loved one who is rebelling against God. فکر کنید مثلا یه بچه یا یکی از اعضای خانواده که دقیقاً اومده داره کارهایی رو مخالف خدا میخواد انجام بده و با خدا لج کرده. Maybe they're living in total unbelief right now. و الان توی در واقع دارن فصلی از زندگیشون زندگی میکنن که اصلا به هیچ خدا اعتقاد ندارن و بعدشون هم میاد. What am I speaking over them? من چه چیزی رو اعلام میکنم روی این شخص؟ You're rebellious. میام بهش میگم که تو یه آدم لجباز بی خدایی. You're disobedient. یه آدمی هستی که اصلا هیچ قانونی رعایت نمی کنی. You have no faith. ایمانت کجا رفته؟ Okay, the question is, who am I repeating? خب وقتی دارم این حرفا رو از ذهنم خارج میاد روی این بچه یا روی این شخصی که توی خانوادمه دارم الان حرف کی رو تکرار میکنم؟ Whose plans am I enforcing with my words? نقشه‌های کی رو دارم با کلمات خودم عملی میکنم روی این شخص؟ Does God say, "Oh, I want you to be in unbelief"? آیا خدا میاد میگه که من میخوام تو اصلا بی ایمان باشی؟ I want you to be in rebellion to me. میخوام اصلا با من لجباز باشی و سرتو بکنی اونور منو نگاه نکنی؟ Is that the desire of God? آیا این دل خداست برای ما؟ Of course not. معلومه که نیست. That would be the desire of the enemy. این در واقع خواسته دشمنه. So it's the accuser's plan to make this person rebellious. پس این داره نقشه اون کسی هستش که میاد ما رو تهمت میزنه و میخواد ما رو از راه به در بکنه که اعلام بکنه که تو لجبازی. So when I speak, you are rebellious, you are unbelieving. پس وقتی میام چیزای منفی رو روی تو اعلام میکنم میگم که تو یه آدم نمیدونم به درد نخوری، اصلا به هیچ چیزی اعتقاد نداری، بی ایمانی.
Whose word am I coming into agreement with? با کلمات چه کسی الان دارم میام اینجا همخونی میخوام بکنم و میام کمکش میکنم. Whose plan am I empowering in their life? دارم برنامه‌های چه کسی رو توی زندگی این شخص یا اشخاص دارم اعلام میکنم. So this becomes really important for us. پس این خیلی مهمه برای ما. Because I want to come into agreement with what the Father says about people, cities, and nations. چون من میخوام بیام و هماهنگ بشم با اون کلماتی رو که پدر راجع به افراد، شهرها و قومها و ملتها میگه. I don't want to be a voice for the enemy. من نمیخوام کلامی باشم برای شیطان. I don't want to be دشمن. I don't want to be a voice for the accuser. من نمیخوام کلامی باشم برای کسی که میاد تهمت زننده هستش. I don't want to come into agreement with any plan that doesn't come from the Father's heart. من نمیخوام بیام با هیچ نقشه‌ای خارج از نقشه قلب پدر. Amen. Amen. Beautiful. And so this is part of our prophetic foundations. این یکی از قسمت‌های در واقع اساسی خدمت نبوتی است. And I'll tell you what, if you really want to walk in true prophetic authority. اینو میخوام بدونید. اگه میخوایم واقعا تو اقتدار کامل نبوتی قدم بزنین، start asking for the Father's love. میخوام الان شروع کنید و توی زندگیتون شروع کنید عشق خدا رو بخواید، درخواست کنید که بهتون عشق پدر بیاد در قلب شما. If you feel like God is calling you to a certain people group or a certain nation or region. اگه احساس میکنید که خونده شدید برای یک سری در واقع قوم‌ها، ملت‌ها و کشور. Or you feel like God is calling you to minister in the church. یا اینکه خدا شما رو خونده که توی یه خدمت کلیسایی شروع کنید به کار کردن و خدمت کردن. The greatest preparation for you is this. بهترین روش برای آماده شدن اون خدمت اینه. Father, I want to love them the way you love them. پدر، من میخوام اونها رو محبت کنم همون جور که تو اونها رو محبت میکنی. I want to see them the way you see them. میخوام اونجوری ببینم، با همون چشم و لنزی ببینم که شما پدر آسمانی اونها رو میبینی. I want to love what you love. میخوام محبت کنم و عشق ببرزم به اون چیزی که تو عشق می‌ورزی و محبت می‌کنی. Because your love for people will produce authority. به خاطر اینکه عشق تو برای انسان‌ها اقتدار رو با خودش به ارمغان میاره. And our love for people will also awaken revelation. و عشق ما برای انسان‌ها یک اون در واقع مکاشفات تازه رو برای ما میاره و روشن می‌کنه و باز می‌سازه. Because God can trust us when we have His heart. چون خدا میتونه ما اعتماد بکنه وقتی قلبش رو داریم. Amen. Amen. And that becomes very powerful for us. و این خیلی قدرتمند هستش. So the prophetic is a tool. پس این در واقع نبوت یک مثل ابزار میمونه. It is a tool for transformation. ابزاری است برای تبدیل شدن. It is a tool for hope and life. که استفاده میشه یک برای تبدیل شدن، برای امید و زندگی. It is a tool for healing and freedom. برای شفا و آزادی. And it is a tool to connect people to the heart of God. و در واقع یک ابزاری است که قلب انسان رو، انسانها رو به خدا میچسبونه. Because prophetic revelation is designed to bring people in to the Father's heart. چون در واقع نبوت‌های prophetic revelation نبوت‌های مکاشفات نبوتی is designed to bring people into his heart. در واقع تنظیم شده که افراد رو به قلب خدا بچسبونه. In other words, a prophetic word to somebody. اینجوری میتونیم بگیم که یک کلمه نبوتی برای یه شخص وقتی میگی، اعلام می‌کنی به یه شخصی، there's a motive in the Father's heart for that prophetic word. یک دلیلی داره که اون کلمه نبوتی خارج شده برای اون شخص. That motive is to bring the person in connection with the Father. و دلیلش هم اون هستش که اون فرد وصل بشه به یک رابطه دو طرفه با پدر. The prophetic word to the person is designed to bring them into a closeness with the Father's heart. در واقع اون کلمه نبوتی تنظیم شده تا افراد رو به یک رابطه صمیمی با قلب پدر بیاره. It's designed to open their eyes to what the Father thinks about them and feels about them. طراحی شده تا افراد چشمای دلشون باز بشه و بتونن ببینن که پدر راجع به اونها چه فکر میکنه، چه حسی داره. There are times when I'm operating in the prophetic.
زمانایی هستش که من دارم در اون در واقع اون روح نبوتی دارم کاری رو انجام میدم where I'm not just seeing or hearing something که فقط اینجوری نیستش که من بشنوم یا ببینم I'm feeling something بلکه دارم اون حسش رو میکنم I actually begin to feel the father's heart اون قلب پدر رو حس میکنم I begin to sense his emotions اون احساساتش رو لمس میکنم I mean you have emotions because God has emotions شما اون احساس رو دارید به خاطر اینکه خدا احساس داره. He has emotions of joy. احساس شادی. It says in Zechariah or Zephaniah, it says that he actually rejoices over us, dances over us in joy. در کلام خداوند زفنایا میگه که خداوند در شادی دور تا دور ما میچرخه و میرخصه با شادی. That's where the verse that that the joy of the Lord is my strength. یا آیه دیگه هستش این Psalms, right? No, this one's in Zephaniah. که میگه که قدرت خدا شادی خداوند قدرت من است. And I always thought of that as well God's joy in my life will bring strength. و من همیشه اینجوری فکر کردم که اون شادی خداوند توی زندگی من یه قدرت رو برای خودش با خودش میاره. So I got to try to get joy from God so I can be stronger. پس باید اون شادی رو خداوند رو بگیرم تا بتونم قوی تر باشم. That's a good application, but it's not the meaning. این در واقع یک اپلیکیشن خوبه ولی معنیش نیست. The meaning is that I actually receive strength when I see that God has joy towards me. معنیش اینه که من قدرت میگیرم وقتی میبینم خداوند به من نگاه میکنه با یک اشتیاق و شادی خاص. In other words, I bring joy to God. یا میتونم اینجوری بگم من برای خداوند یک عشق و شادی هستم. God sees you and it brings joy to his heart. خداوند به شما مینگره و اون یک شادی عظیم در او میسازه. And when you begin to realize that you are a joy to God. و وقتی که اینو متوجه بشین که شما برای خداوند یک شادی عظیم هستید. It brings strength to me. برای من یک قدرت میاره. Because I realize he is for me and not against me. چون متوجه میشم که او برای من هست و نه بر علیه من. He rejoices over me. He's not trying to put me down. او وقتی منو میبینه در من شادی میکنه و نمیخواد منو خورد کنه و خراب بکنه. So true prophetic anointing is going to bring people into an encounter with joy and hope and life. پس اون مسح حقیقی نبوت افراد رو به اون زندگی میاره و به اون رابطه صمیمی با خود خداوند میاره. It's going to bring people into an encounter with the Father's love and the Father's heart. افراد رو وارد یک در واقع رابطه صمیمی میکنه تو یک حضور خدا میاره که افراد با قلب خدا آشنا میشن. It's going to show you how important you are to him. و نشون میده بهتون اون کلمات نبوتی که چقدر شما برای خداوند ارزش دارید. So I want to look at Isaiah 55. میخوایم به اشعیا 55 نگاه بندازیم با هم دیگه. And I want to talk about the power of the word of the Lord. میخوام راجع به قوت و قدرت کلام خدا صحبت بکنیم. The power of a prophetic word. قدرت کلام نبوتی. And this is a familiar passage here in Isaiah 55. در اشعیا 55 که احتمالاً شنیدید verse 8 he says my thoughts are not yours my ways are not yours همونجوری که تو آیه 8 می‌بینیم که تو اشعیا 55 8 میگه که زیرا خدا میگه که افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نیست and verse 9 says that my thoughts and my ways are much higher than yours و آیه 9 میگه که زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است طریقهای من نیز از طریقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر است and then he gives an example و بعد یه مثال میگه اینجا. He says in verse 10 as the rain comes down تو آیه 10 یک مثال میده میگه چنان که باران و برف از آسمان میاد and it waters the earth و به آنجا بر نمیگرده بلکه زمین رو سیراب میکنه and he says it doesn't return to heaven میگه به آسمان بر نمیگرده بلکه زمین رو سیراب میکنه but it waters the earth and it makes the earth fruitful و اونو بارور و برومند میسازه it makes the earth produce fruit و برزگر را تخم و خورنده را نان میبخشد میوه ها میاره give seed to the sower bread to the eater و همونجوری گفتیم و خورنده را نان میبخشه so he's giving us this picture طوری بس ما یه تصویر رو اینجا نمایان میکنه rain comes down برف و باران میاد it waters the earth زمین رو سیراب میکنه it makes it fruitful باعث میشه که اونها میوه بسازه زمین and
And notice, and it says, and it won't return to me without doing that. و میگه که بر نمیگرده به من قبل از اینکه اون کاری که باید انجام بده انجام بده. And that's where verse 11 comes in. و بعد آیه 11 میاد. He says that's a picture of my word. میگه این در واقع تصویری است از کلام من. That's a picture of the prophetic word. این تصویری است از کلام نبوتی. Verse 11. آیه 11. So shall my word be that goes forth from my mouth. همچنان که کلام من از دهانم صادر گردد خواهد بود. It will not return to me void, or it will not return to me without fruit. نزد من بی ثمر بر نخواهد گشت. Two things it says here. دو تا چیز میگه اینجا میشه. It will accomplish what I please. اون چیزی رو که من میخوام انجام میده. And it will prosper in the thing for which I sent it. و بعد میگه که آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه که فرستادم کامران خواهد گردید. So this is incredible. این خیلی عالی و زیباست. In the Hebrew word for word, کلمه عبری که در واقع به جای کلمه به کار رفته اینجا همونجوری که میگه 11 میگه همچون که کلام من اون کلام توی عبری where it says word there in verse 11 in the Hebrew it's dabar. عبری میشه دبار. Okay. And dabar is a dynamic active living voice. دبار یک کلمه‌ای هستش که در واقع یه چیزی رو به راه میندازه و در حال تکاپو هست. And here's the definition. معنیش اینجوریه. A word that carries power to accomplish what is spoken. در واقع کلمه‌ای که اون کاری رو که به زبان آمده رو به ثمر میرسونه. A word that carries power to accomplish what is spoken. کلمه‌ای که درش قدرت وجود داره تا اون چیزی که سخن گفته رو به ثمر برسونه. It means that the word itself is actually filled with power. یعنی که خود این کلمه پر از قدرت هستش. And the definition says that power is felt by the receiver. و معنیش اینه که این کلمه felt by the receiver. Yeah, it's the one who's receiving the word feels it. و این کلمه یعنی اینکه اون کسی که میشنوتش دریافتش میکنه حسش میکنه از درون خودش. In other words, it affects the person who hears it. اینجوری میتونیم بگیم که روی اون شخص تاثیر عمیقی میذاره وقتی که اون رو میشنوه. And part of the definition also means an irresistible force. قسمتش رو میتونیم اینجوری بگیم. قسمت معنیش اینه که یه قدرت عظیمی که هیچ چیزی نمیتونه جلودارش باشه. Or a force that is working continually. یه قدرت عظیمی که همیشه در حال تکاپو عمل کردنه و هیچی نمیتونه جلو دارش باشه. Now in the Hebrew there's a word picture. در عبری یک کلمه عکس هستش. That debar, the word picture for debar is a container. کلمه‌ای که میشه به تصویر کشید برای اون دبار یا کلمه در واقع توی آیه 11 یه دونه جعبه یه چیزی که توش میتونی چیزی رو قرار بدیم هست. This is a container right here. این الان یه دونه در واقع این یه لیوانه که میشه چیزی توش بریزیم. And the word picture is that the container is filled with everything needed for the word to come to pass. که اوکی تصویری که از این هستش برای ما از این دبار در واقع همون کلمه میشه یعنی که همه چیزی که احتیاج داره این تا به ثمر برسونه در حال درش هست هر چیزی که احتیاج داره درش قرار گرفته هست. In other words, when a word from God is spoken, اینجوری میشه گفت وقتی کلمه ای رو از خدا سخن میگه inside the word درون اون کلمه is the power to accomplish what has been spoken. قدرتی هستش که اون چیزی که سخن گفته شده هست به انجام برسه. It is not an empty word. پس یه کلمه خالی بی هدر نیست. It is a word. It is a word that is full of the power to accomplish what has been spoken. کلمه ای هستش که پر از قدرت تا اون چیزی که به زبون اومده شده به انجام برسه. Another way to say this. یه جور دیگه هم میشه گفتش. The word itself is pregnant. خود اون کلمه انگار حامله هستش. The word is pregnant with the ability or the power. باردار هستش با اون قوت و اون احتیاجی که داره. And that word is a force. و اون کلمه و اون چیز در واقع یک قدرت داره توش. It's a dynamic active living force. که همش در حال عمل کردن هستش. It's full of power. پر از قدرته. And when you speak it
و وقتی که سخن میگیش the person who's receiving it actually gets empowered by what's in that word. شخصی که دریافتش میکنه با اون قدرت میگیره و بیدار میشه و یه قدرت تازه میگیره. It contains within it the power to be fulfilled. و درش یک قدرتی هستش که به اون کلمه به انجام برسه. And it empowers the listener for whatever's been commanded. و شنونده اون موقع وقتی که این سخن رو میشنوه یه قدرت میگیره تا اون چیزی رو که شنیده به انجام برسونه و به اتمام برسونه. یعنی که اگه تا اون لحظه بدون قدرت بوده به محض اینکه اینو میشنوه مثلا براش نبوت میشه که تو این کارو میتونی بکنی. اگه احساس میکرد تا حالا قدرت نداره به محض اینکه میشنوه اون قدرت رو هم به دست میاره و اون کارم میشنوه. So when God says I'm calling you to do this. وقتی خدا مثلا اعلام میکنه که من تو رو خوندم که این کارو انجام بدی. Oh no way. من به خودم میگم نه من نمیتونم. I can't do that. من نمیتونم این کارو بکنم. Well, you couldn't before the word was spoken. قبل از اینکه این کلمه سخن بگی شاید نمیتونستی انجام بدی. But now that the word is spoken. اما الان که سخن گفته شده. Within the word is the power to fulfill the word. توی خود اون کلمه قدرتی هست که بتونه به شما بده و اون قدرت رو که انجامش برسونی. The word itself is a container of being able to accomplish what is said. خود اون کلمه حمل کننده اون قدرتیه که احتیاج داری تا به انجامش برسونی. So in other words, a word from God, در واقع اینجوری میشه گفت یه کلمه از خدا, a word from God is never empty. هیچ موقع بی هدر نیست, بیهوده نیست. It is full of thoughts, I mean it is full of force and power. پر از قوت و اقتداره. So that even what looks to be impossible is now possible. که حتی چیزی که غیر ممکن به نظر میرسه حالا ممکن میشه. This is why when the prophet said tomorrow the economy is going to be different. همونجوری که قبلا گفتیم که نبی گفته فردا شرایط در واقع مادی و شرایط اکانومی بهتر خواهد شد. That debar. اون کلمه یا اون دبار به زبان عبری. That word from God had. کلمه از خدا. Had the power to change the economy overnight. حتی اونقدر توش قدرت داشت که اکانومی یک ملت رو شبانه تبدیل بکنه. This is why when God says in Genesis, let there be light. به خاطر همین وقتی که توی پیدایش می‌بینیم خدا میگه که اجازه بدین که نور بیاد. Let there be trees. درختان باشن. The debar was being spoken. اون دبار یا اون کلمه سخن گفته شد. The word from God was being spoken and it created. کلمه خدا سخن گفته شد و یه چیزی رو ساخت. And this is what you carry. و این همون چیز است که شما داری با خود حمل می‌کنی. In the next session I'll talk about this a little بit more, but I توی جلسه بعد بیشتر راجع به این صحبت می‌کنیم. I want to declare to you. می‌خوام الان روتون اعلام بکنم اینو. God is raising up prophetic voices. خداوند داره افرادی رو با این کلمات نبوتی بلند می‌کنه الان. That are going to come with a pure word from God's heart. که با در واقع قلب خدا قلب خالص خدا به زودی سخن خواهند گفت. A word over people, over families, over nations. روی افراد روی کشورها و روی خانواده ها. You carry the debar of God. شما اون کلمه و دبار خداوند رو داری با خودت حمل می‌کنی. And the debar of God has even been spoken over you. و همون کلمه خدا دبار خداوند روی شما سخن گفته شده. Therefore you have power inside of you to complete whatever God has said about you. پس شما اون قدرت تو در خودت داری که اون چیزی که روی شما نبوت شده رو انجامش بدی. And whatever God speaks through you to others, it has the power to accomplish that. و هر کلمه‌ای که خدا از شما استفاده می‌کنه که روی دیگران سخن بگی همون قدرت رو درش خواهد داشت که دیگران هم اون رو عملیش بکنن. آمین. مرسی از اینکه با ما بودید. چه درس‌های عالی. حتما تشویقتون می‌کنم که با دیگران هم در میون بگذارید. چقدر برکت گرفتیم. Thank you so much. It was a huge blessing. Thank you.